سلام دوستان، چطورین؟ حالتون خوبه؟ امیدوارم که حالتون عالی، تو بهترین حالت ممکن. روز به روز پیشرفت کنین، روز به روز ثروتمندتر، با آرامش بیشتر، در این حال کلونی و کندوهای خیلی باحالتر و پرجمعیت‌تری داشته باشین. خیلی دوستتون داریم. یک موضوع اساسی امروز اومدیم راجبش صحبت کنیم، یه معرفی، یک شناخت برای اون دوستایی که تازه وارد این کار شدن و دوست دارن یه چیزایی رو یه ذره تئوری‌تر بدونن. اومدیم اینو براتون توضیح بدیم. ملکه زنبور عسل چه رفتارایی داره؟ چی هست؟ چه جوریه؟ چی کار میکنه؟ آیا کامل میشناسیمش یا واقعا اونه که داره ریاست میکنه توی کندو؟ میریم که بدونیم. دوستان عزیزم، هر کلونی زنبور عسل از یک ملکه، چند صد تا زنبور نر و چند هزار زنبور کارگر تشکیل شده و زنبور ملکه انتقال دهنده نژادش، انتقال دهنده خصوصیت نژادیه که خودش داره و اون زنبورهای نریه که باشون جفتگیری کرده. پس ما زمانی که یک ملکه خوب و قوی داشته باشیم، به همون مراتب یک کلونی، یک کندوی زنبور عسل فوق العاده قوی و سالم میتونیم داشته باشیم. دوستان، زمانی که زنبور ملکه شروع میکنه به تخم ریزی، این تخم ها دقیقا خصوصیاتی رو دارن که خود ملکه از قبل داخل نژادش هست و زنبورهای نری که باهاشون جفتگیری کرده. و خصوصیات یه ملکه میتونه، مثلا الان بهتون میگم، مثلا یه کندو مثل میزان جمعیت، میزان تخمریزی، میزان شهداوری، عسل آوردن، گرده گل، مقاومت در برابر بیماری، مقاومت در برابر هوای سرد و خیلی از اینجور چیزهای دیگه. اینها مختص خصوصیات یک ملکه است که باعثش میشه این کلونی این رفتارها و این شخصیت رو داشته باشه. یعنی در اصل بهتون اینجوری میخوام بگم که ملکه باعث ایجاد شخصیت توی یک کلونی میشه دوستان. و یک ملکه خوب اصولا شکمی کشیده و بزرگ داره، سر حال آروم یه ذره راه میره، پرهاش خابیده روی پشتشه، کل اندامهاش سالمه و از همه پاهاش استفاده میکنه دوستان عزیزم. و همچنین زنبور کارگر یک توجه ویژه‌ای به این ملکه داره. تا اینجا شناختی میشه. چجوری به تکثیر میشه ملکه؟ نگاه کنین، زنبورهای کارگر زمانی که بخوان یک ملکه ای تولید کنن، شروع میکنن به زدن فنجانک. این فنجانک های مومی که تولید میکنن، داخلش رو پر از ژل رویال میکنن و زنبور ملکه رو وادار میکنن که داخل اونا تخم بریزه. ما سه گروه زنبور داریم: زنبور کارگر، زنبور نر و زنبور ملکه. این سه گروه در زمان تخم، لارو با هم دیگه شبیهن. یعنی زمانی که ملکه تخم می‌ریزه، تخم‌ها تبدیل به لارو میشن، لارف‌ها تبدیل به شفیره و شفیره تبدیل به یک زنبور کامل میشه. در زمانی که تخم هستن، این تخم‌ها توی هر سه گروه، یعنی زنبور نر، زنبور کارگر و زنبور ملکه، یکی هست. یعنی سه روز طول می‌کشه که تو تخم باشن. تو زمان لاروی 6 روز توی هر سه گروه یکیه، اما تو زمان شفیرگی تفاوت بین زنبور ملکه و زنبور کارگر معلوم میشه دوستان. تغذیه زنبور ملکه، اینجا چی عاملی که باعث میشه که یک زنبور کارگر تبدیل بشه به زنبور ملکه؟ اینم بهتون بگم که زنبورهای کارگر تبدیل میشن به زنبور ملکه. حالا چه عواملی باعث میشه؟ یک، میزان گسترش جاش. یعنی شما وقتی که فنجونک رو میبینین، معلومه که جاش بزرگتر از زنبور کارگره. و تغذیه، این تغذیه عامل دومیه که باعث میشه که یک زنبور کارگر متمایز بشه با یه زنبور ملکه. دوستان عزیزم، پس اینطوری شد. زمانی که ملکه داخل فنجونک تخم می‌ریزه، از زمان تخم تا زمانی که به یک ملکه بالغ تبدیل بشه 16 روز طول می‌کشه دوستان. و توی این 16 روز با ژل رویال تغذیه میشه، اما زنبورهای کارگر و زنبورهای نر فقط 3 روز با ژل رویال تغذیه میشن و بعد از اون با مخلوطی از عسل و گرده تغذیه میشن. حالا زنبور کارگر، زنبور ملکه ببخشید، و زمانی که متولد میشه 5 تا 8 روز داخل کندو میمونه. این 5 تا 8 روز یک زنبور باکره هستش و توسط زنبور کارگر تغذیه میشه با ژل رویال و تقویت میشه تا اندامهاش و اندامهای جنسیش به صورت کامل رشد کنن، تکامل پیدا کنن، حالت پروازش عالی بشه تا بتونه پرواز کنه و بره برای جفتگیری دوستان. پس زمانی که بخوام اینجوری بهتون بگم، زمانی که یک کندو شروع میکنه به تولید ملکه تا زمانی که ملکه به تخم ریزی بیاد، یه چیزی نزدیک به یک ماه طول میکشه دوستان. 16 روز از زمان تخم تا ملکه، 5 تا 8 روز از زمانی که
میخواد تکامل پیدا کنه، بعد میره واسه جفتگیری و زمان جفتگیری تا تخمریزی یه چیزی حلوش 4 روز طول میکشه. زنبور ملکه میخواد بره برای تخمریزی، اما زنبور ملکه یه خوبی داره، زمانی که میاد بره برای تخمریزی روی زنبورستان خودشون پرواز نمیکنه، شروع میکنه به دور شدن از منطقه تا جایی که از زنبورهای نر همخون خودش جدا بشه و میره با زنبورهای نر یک نژاد دیگه، یک کلونی دیگه، یک زنبورستان دیگه به جفتگیری میپردازه و توی دوره جفتگیری با 10 تا 20 تا زنبور جفتگیری میکنه و این جفتگیری موفق باعث ایجاد یک تخمریزی عظیم حتی 3 ساله تا 4 ساله میتونه باشه دوستان. پس هر چی که این جفتگیری با کیفیت تر، تعداد زنبورهایی که با نر زنده، تعداد زنبورهای نری که باهاش جفتگیری میکنن بیشتر باشه، این دوره تخمریزی و این کیفیت تخمریزی مثل پر تخم ریختن، یعنی یک دست و پر ریختن، باعث همین میشه دوستان، تعداد زنبورهای نر. من توی یکی از تحقیقاتی که میخوندم حتی زنبور ملکه با تعداد بیشتری زنبور نر رابطه برقرار کنه، یعنی بتونه با هم جفتگیری کنن، دیده شده که زنبور بین زنبور کارگر یک ارزش بیشتری میتونه داشته باشه دوستان، یعنی یک رفتار بهتر، یک ارزش بیشتر و در همین چنان میتونه یک سال طولانی تری تخم ریزی کنه. زمانی که ملکه تولید میشه عمرش یک سوالیه که بین همه دوستان گفته میشه، میگن تا 5 سال، اما تو حالت ایدئال تا 8 سال یک زنبور ملکه عمر میکنه، اما این کیفیت تخمریزی ما بیشتر توی 2 تا 3 سال اول زندگیش میبینیم و بعد از اون این تخمریزی کاهش پیدا میکنه دوستان، چون زنبور ملکه یک بار در طول عمرش شروع میکنه به جفتگیری و این یک بار بستگی به میزان کیفیتی که گفتم و میزان تعداد زنبورهای نری که باهاشون جفتگیری میکنه میتونه کم یا زیاد بشه، ولی اصولا 2 تا 3 سال خیلی عالی تخمریزی میکنه و همچنین دوستان این تخمریزی هم پر هست هم عالی. بهتون میگم مثلا بعد از 3 سال تخمریزی نمیکنه نیست، یه ذره از اون ریتم آهنگ بالایی که داره خارج میشه، یه ذره نامرتبتر تخم میریزه چون بخاطر اینکه سنش میره بالا دوستان و همین داره. و یک زنبور ملکه عالی با یک جفتگیری عالی توی فصول بهار که شهد و گرده بسیار عالی است، روزی 2000 تا 2500 تخم میریزه دوستان عزیزم، خیلی جالبه و این تخم ریزی انبوهه که گاهی اوقات باعث میشه که یک کندو بچه بده. البته ما این بچه دادن رو توضیح فعلا نمیدیم برای یک ویدیو دیگه چون خیلی بحث بزرگیه دوستان عزیزم. این ملکه زنبور عسل یکی از وظیفه هاش کنترل جمعیته، یعنی اینکه میاد با تخمریزی زنبور کارگر و تعداد تخمریزی زنبور نر جمعیت رو کنترل میکنه. پس اولین وظیفه یک ملکه این افزایش جمعیت، این کنترل جمعیت توی زنبورستان هستش. دومین خاصیت زنبور ملکه دوستان کنترل و نظم داخل کلونیه. از فک پایینش یک فرمونی رو ترشح میکنه، این فرمون مثل یک دستور میمونه، این دستور باعث ایجاد نظم توی کلونی زنبور عسل میشه دوستان. پس این نظمی که میبینین، این رفتارهایی که از زنبورها میبینین به علت وجود ملکه هستش و زمانی که ملکه نباشه زنبورهای کارگر داخل کندو این نبودش احساس میکنن. چجوری؟ با این فرمون دیگه بهشون انتقال داده نمیشه و وقتی این فرمون بهشون انتقال داده نمیشه اونا احساس میکنن که ملکه وجود نداره و شروع میکنن به صورت خیلی اضطراری تولید ملکه کردن، که مثل همون حالتیه که چند تا از تخمای زنبورهای کارگر رو شروع میکنن به گسترش جاش و تغذیه با ژل رویال که باعث میشه که شروع کنن به پرورش زنبور ملکه دوستان. حالا بعضی سوال میکنن چند تا ملکه توی کندو است؟ اصولا و اصل طبیعت یک ملکه داخل هر کندو وجود داره و زمانی که یک کندو شروع میکنه به شاخون زدن و تعداد شاخون ها افزایش پیدا میکنه، اولین ملکه‌ای که در بیاد شروع میکنه به کشتن و از بین بردن باقی شاخون ها دوستان، اولین ملکه و قوی ترین ملکه‌ای که در بیاد. حالا یه موقعی میبینین چند تا ملکه با هم در میان، اون وقت این ملکه با هم شروع میکنن به جنگیدن، با جنگیدن به همدیگر از بین میبرن تا آخر سر یک ملکه باقی بمونه دوستان عزیزم. پس این که میگن چند تا ملکه داره اینطوری نیست، توی شرایط خاصیه و به نظر من اصلا این قضیه کندوی چند ملکه‌ای واسه ما چیز
جالبی نیست واسه ما که داریم کند زنبور داریم میکنیم و ما اصلا توصیه نمی کنیم، نه تستش کردیم نه استفاده میکنیم. دوستان هستم، حالا چی میشه که اصلا چند بار در سال ملکه بیرون میره؟ بر چه اساسی ملکه باعث میشه که بیرون از کندو بره؟ نگاه کنید دوستان، ملکه در طول عمرش یکی از شرایطی که باعث میشه بیرون بره یک باره، اون هم به خاطر جفتگیریه که تو ارتفاع 10 تا 15 متری شروع میکنه پرواز کردن و با پرواز کردن روی زنبورستان باعث میشه که زنبورستان رو بشناسه و بعد فاصله میگیره و میره با کندو با زنبورهای نر یک کلونی یک زنبورستان دیگه یا دورتر از زنبورستان خودش به خاطر هم خون نشدن جفتگیری میکنه. این یک بار. دومین بار علتش امکان داره که زنبوره کارگر شروع کنن به بچه دهی، یعنی بخوان تکثیر کنن خودشون رو. حالا این تکثیر کردن باز علل متفاوتی داره. زمانی که یک کلونی بخواد خودشو تکثیر کنه شروع میکنه به شاخون زدن و تولید ملکه جدید، و زمانی که ملکه جدید تولید شد ملکه قدیم رو وادار میکنن که از کندو خارج بشه، و زمانی که خارج شد با نیمی از زنبورای داخل کندو خارج میشه و واسه خودش برای همیشه میره یه دونه کلونی جدید تشکیل میده. یک بار دیگه هم امکان داره زنبور از کلونی بره بیرون، اونم با کل جمعیت میره بیرون. به چه علت؟ زمانی که بیماری یا رطوبت زیاد باعث ایجاد تعفن یا بوهای بد و اصلا کلا بیماری باعث بشه که سلامت کل کلونی در خطر بیفته، اون وقت زنبور ملکه با کل جمعیت سالم از ملکه از کندو خارج میشه و میره. خیلی از دوستان شده که رفتن دیدن فکر کردن بچه داده ولی رفتن زار کندو دیدن هیچ زنبوری داخلش نیست. پس دوستان بدونید که اون زنبور اون کندو یک بیماری خاصی داره که این اتفاق واسش افتاده، یا باعث شده که غذا نداشته باشه به عنوانش کوچ اومده انجام داده. دوستان عزیزم پس حواستون باشه. حالا دوستان خیلی سوال میکنن که چی میشه که یک زنبور باعث بچه دهی میشه. دوستان این بچه دهی زنبور خیلی بحث بزرگیه، اما من یکی از عواملش رو بهتون میگم. یکی از عوامل بچه دهی زنبور زمانی که شهد به وفور یافت میشه و گردآوری عالی میشه و زنبور ملکه میره توی بهترین پیک تخم ریزی، این اتفاق باعث میشه که جمعیت داخل کندو انبوه پیدا کنه و یک قدرت کندو بره بالا و فضای کمتری داشته باشه زنبور کارگر واسه کار کردن. زنبور کارگر اون وقت تصمیم میگیره که این تکثیر رو ایجاد کنه و با این تکثیر کلونی خودش رو تکثیر کنه و فضای بیشتری واسه خودش داشته باشه. و اصولا هم تو فصول بهار زمانهایی که شهد و گرد زیاده این اتفاق میافته بچه دهی دوستان. و خیلی ها میگن چجوری میتونیم از بچه دهی منصرفش کنیم؟ ما خیلی تلاش کردیم، همه راههایی که میگن باعث میشه که ما بچه دهی میتونیم کلونی رو منصرف کنیم تقریبیه، یعنی 50-50 امکان داره بشه و امکان داره نشه، و اصولا هم نمیشه. یک کندو زمانی که شروع بخواد بکنه برای بچه دهی تقریبا منصرف کردنش غیر ممکنه. دوستان همه توضیحات شنیدیم، همه توضیحات تا جایی که میدونستم گفتم. یک موضوع دیگه هم هست میخوام اینو بهتون بگم که جالب باشه واسهتون. بالاخره پادشاه واقعی کلونی کیه؟ یعنی اونی که کلونی رو اداره میکنه. خیلی ها میگن خب ملکه است، با فرمون رو پخش میکنه، نظم میده، تولید مثل میکنه، چون تنها زنبور ماده تخمگذار کندو هستش. اما دوستان باید بهتون بگم که زنبور ملکه یک عضو تشریفاتی درون کندو هستش دوستان، یعنی اینکه تمام اختیاری کلونی بستگی به زنبورهای کارگر داره. زنبور کارگر تشخیص میده که یک ملکه تا چقدر باید تخم ریزی کنه، یک ملکه از کار افتاده هست یا یک ملکه سالم میتونه باشه. دوستان عزیزم به خاطر همین زنبور کارگر اولین و آخرین دستور ممکنه اون میده. حتی زنبور ملکه قادر به هضم غذاش نیست، غذاشو نمیتونه پیدا کنه و زنبور کارگر کمکش میکنه. پس زنبور کارگر اولین و آخرین تصمیم گیرنده است. و همچنین یه چند تا نکته هم میخواستم راجع به زنبور باکره و زنبور تخمگذار بهتون بگم. زنبورهایی که زمانی که در میان که بهتون گفتم 5 تا 8 روز طول میکشه تا تکامل پیدا کنه و بره واسه جفتگیری بهش میگن زنبور باکره. این زنبور باکره یه ذره زنبور کوچیکتری نسبت به ملکه‌های جفت خورده هستن، بندهای شکمش به هم نزدیکتر، حرکات سریع داره و پراش رو به پرواز همیشه دوستان، و زنبور کارگر بهش توجه خاصی ندارن زیاد. روی قاب ها دیدین که خیلی سریع حرکت میکنه، اما زنبوری که زمانی که تخم گذار میشه
بزرگ میشه، بلند میشه، زنبور توخوزه هیچ روش 2 سانت میشه تقریبا، حالا توی نژادهای مختلف متفاوته. بندهای شکمش از هم جدا میشه و مرتب میشه، پرهاش روی پشتش خابیده است و حلوش 10 تا 15 تا زنبور ملازم کارگر همیشه در حال تغذیه و ترمیمش هستن دوستان. و همچنین که متوجه میشین زنبوری که تخمگذار زمانی که میره روی قاب هاست و خونه‌های خالی رو پیدا میکنه، با وارد کردن شکمش داخل اونها شروع میکنه به تخمگذاری. دوستان عزیزم، اینم میخواستم بهتون بگم که خیلی مهم بود، خیلی دوستتون دارم. اگر چیزی نگفتم واسهتون سوال بود حتما کامنت بذارین، این زیر ازم سوال کنین، 100% بهتون جواب میدم. خیلی دوستتون دارم، خیلی دوستتون دارم. سعی کنین که یک زنبورداری نسبتا طبیعی رو داشته باشین، به حاشیه‌ها زیاد توجه نکنین، سعی کنین خودتون یه چیزایی تجربه کنین. این جسارت رو همیشه من میگم، جسارت داشته باشین، خودتون سر بزنین، یه چیزایی تجربه کنین، بذارین تجربه بشه واسهتون. خیلی دوستتون دارم، خیلی گلید، عزیز دلید، ممنونم از شما، خدا نگهدار.